خان نظر به نوکرش دستور داد تا یک استکان چای برایش بیاورد، ضمناً جلوی جعبه قالی بگستراند. آنگاه پیشکار با قرقر گفت: اما اکنون برو و مواظب باد دادن محصول باش، با تو کاری ندارم. خان نظر کمی تنها بود و دیری نپایید که کت خدای روستا همراه با چند تن از ریش سفیدان از جمله کبل فرج پدیدار شدند. دهقانان همه ضمن اینکه دست روی سینه گذاشتن مراسم تعظیم و احترام را به جا آوردند، اما خان نظر با بی‌اعتنایی جواب آنها را با پایین انداختن سر داد و اشاره کرد که روی قالی بنشینند. دهقانان تنگ در کنار هم نشستند و با خاموشی در انتظار دستورات پیشکار ماندند. کت خدا همان گونه ایستاده ماند و به تیر تکیه داد کبل فرج در صف جلو نشست. احساسی سخت قلب او را می فشرد و این مطمئن بود که پیشکار این بار کوشش می کند که با او تسویه حساب کند. کبل فرج همیشه علیه فشار و بیداد پیشکار به پا می خواست و سرشت او نزد خان نظر شناخته شده بود. خان نظر گفت: خدا در هر کار خیری به بنده‌اش کمک می کند. در پاییز امسال خانه ولی نعمت ما تصمیم گرفته که در شهر خانه بزرگی برای پسرش بسازد. تمام روستاهایی که وابسته به املاک خان هستند باید به سهم خود در این کار شرکت کنند. اما آنچه که مربوط به شما است این است که باید با چوب و سنگ و مصالح ساختمانی آنها را به شهر حمل کنید. ارباب امیدوار است که شما وظیفه خود را در این باره انجام خواهید داد. خان نظر پس از آنکه سخنرانی کوتاه خود را پایان داد، با نگاه یک چشمی خود به روستاییان به ویژه کبل فرج خیره شد. روستاییان بنابر عادات همیشگی همیشه خاموش ماندند و منتظر شدند تا کبل فرج نخست سخن بگوید. اما کبل فرج این بار که متوجه نیرنگ پیشکار شده بود از سخن گفتن خودداری کرد. این خاموشی حساب شده پیشکار را خشمگین نمود، اما به روی خود نیاورد. یکی از روستاییان با تندی گفت: خان نظر، آیا تو میدانی که فاصله روستای ما تا شهر چقدر است؟ پیشکار یکوری به او نگاه کرد، گویا میخواست سر به سرش بگذارد، جواب داد: خوب میدانم از اینجا تا تبریز راه زیاد است. دهقان دیگری در حالی که آه می کشید گفت: بلا چهارپایان ما را از میان برده. خان نظر صدایش را بلند کرد و گفت: چون چند سر از چهارپایان شما سقط شده ان، خان نمی تواند از ساختمان خانه برای یگان فرزندش چشم بپوشد. این را باید بدانید و خود را برای انجام کار آماده کنید. یکی از دهقانان با آرنج به پهلوی کبل فرج زد و گفت: تو چیز زبانت را گاز گرفته ای، یک چیزی بگو. کبل فرج به آرامی جواب داد: من چه بگویم، من هم مانند دیگران هستم. شما بروید، من هم میایم. شما بمانید، من هم میمانم. خان نظر که این گفته ها را شنید به خشم آمد و پیش خود اندیشید: این برده به من حق میزند، خب من او را در جای دیگری گیر میاندازم. هنگامی که دهقانان میان خود آهسته سخن میگفتند تا بهانه ای پیدا کنند و برای رهایی از این بیگاری توان فرسا چاره ای بجویند، خان نظر دست به یقه اش برد و با شدت پشت گردنش را خاراند.
سپس به تندی دستش را پیش آورد و با دقت چیزی را که در میان انگشتانش بود را نگریست. در لبانش لبخندی نقش بست. به کودکی میمانست که در میان راه سکه ای پیدا کرده رو به کبل فرج کرد و با صدای بلند گفت: میدانی کبل فرج، من ککی گیر آوردم. و دو انگوشش را که شکار در میانش قرار گرفته بود به اون نشان داد. کبل فرش که از این حقه پیشکار سر در نمی آورد فقط با من و من گفت: خب چیه؟ این جوری باشد. خان نظر در حالی که از روی چهار پایه به پا خواست دو انگوشش را با کک گرفتار شده جلو برد و گفت: مگر نمی بینی من ککی را شکار کرده ام؟ کبل فرج شانه های خود را بالا انداخت و جوابی پیدا نکرد که به او بدهد. دهقانان نگاهایی پرمعنی به یکدیگر کردند، گویا می‌خواستند از همدیگر بپرسند که موضوع بحث میان پیشکار و کبل فرج چیست. در این میان خان نظر انگشتانش را جلوی چشم کبل فرج برد و گفت: نگاه کن این چیه؟ کبل فرج تایید کرد و گفت: آقا این به راستی کک است. خان نظر گفت: میگویی کک است؟ کبل فرج گفت: آری کک است. خان نظر گفت: شک نداری؟ کبل فرج گفت: چگونه میتوانم شک داشته باشم، خودم آن را دیدم. و کبل فرج بی اختیار از غرور احمقانه خان نظر لبخند زد. خان نظر خشمگین شد و فریاد زد: ای کبل فرج گوش کن، این را به تو میگویم. نزدیک بود انگشتش را به چهره دهقان فرو برد: خوب نگاه کن، این کک بسیار فربه هست، من آن را شکار کردم. کبل فرج با خونسردی جواب داد: ای آقا قربانت گردم، آخر گوزنی که در کوه شکار نکرده ای فقط کک است. خان نظر که به نظر رسید منتظر شنیدن چنین واژه‌ای بود گفت: چه گفتی؟ یک بار دیگر آن را تکرار کن. کربلایی فرش که شکیبایی خود را از دست داده بود دوباره گفت: من گفتم تو گوزن یا آهویی که در کوه شکار نکرده ای فقط ککی را گرفته ای، این کار را هر کس می تواند بکند. خان نظر یک بار از جا پرید و گفت: یعنی هر کس می تواند چنین شکاری را گیر آورد؟ کبل فرج گفت: آری من هم همین را گفتم. خان نظر در حالی که از سیمایش شادی کودکانه ای خوانده می شد با خونسردی گفت: بلند شو بیا اینجا. کبل فرج بیدرنگ فرمان برد. پیشکار به گفتار ادامه داد: مکنون این کک را رها می کنم، اگر تو نتوانی آن را گیر بیاوری باید 15 تومان جریمه به من بپردازی. این را گفت و جلوی بینی کبل فرج انگشتانش را از هم جدا کرد و این نیرنگ حساب شده به خوبی گرفت و کک از میان انگشتان پیشکار به بالا جهید. همکنون حتی دو هنگ سرباز نمی توانست آن را دستگیر کند تا چه رسد به کبل فرج. براسی کبل فرج یک دقیقه کوشید و دنبال کک جست و خیز کرد، اما سودمند نیفتاد. کبل فرج به تجربه دریافته بود که جر و بحث و مشاجره با پیشکار سودی در بر ندارد، تنها او را خشمگین‌تر و هارتر می کند. دهقان نومید و بینوان ناگزیر دست به جیب برد و کیسه محتوای پول را بیرون آورد و در حالی که پولها را به خان نظر می پرداخت گفت: تو اگر مرا هم گدا کنی حاضر نمی شوم که بچه ام را به تو واگذار کنم تا رسوایی و مرگ نصیبش شود. خان نظر با حالت تهدیدآمیزی گفت: یا باید سخت شوی یا دخترت را به من بدهی. تو نپندار که اهمیت خلیفه بغداد را داری، روزی خواهد رسید که شاخ بز نر شاخزن را خواهم شکست. کت خدای روستا جلو آمد و پیش خود اندیشید همکنون زمان آن فرا رسیده که او هم به نوبت خود ناسزا و دشنام نثار کبل فرج کند و گفت: ای احمق گوش کن، هر آدم با سوادی که ملا نمی شود. تو خیلی رو پیدا کرده ای، خیلی احمق شده ای، تا همکنون نخواستی بفهمی که همه دارایی روستاییان از آن ارباب یا نماینده اش است.
کبلفرج با شنیدن این واژه‌های تحقیرآمیز بسیار از کوره در رفت. اخگرهای خشم در دیدگانش برق می‌زدن، گویی می‌خواستن چشمانش را بسوزانند. خان نظر این بار هم مانند همیشه در نزاع با دهقان پیروز شد. خانواده کبلفرج محصول کوبیده شده را در خرمنگاه می‌افشاندند. دیواری از گرد و خاک پدید آورده بود، گویا بایستی همکنون به کار پایان دهند چون باد شمال نمی‌وزید. حسن و ممی فرزندان کبلفرج که در سن 50 سالگی نابهنگام موهایش به سفیدی گراییده بود، از سپیدگی بامداد بدون درنگ و احساس خستگی گندم‌های کوبیده را باد می‌دادند. هر بار که پارویی از قله را بلند می‌کردند و فرود می‌آوردند، سرهایشان را بالا می‌بردند و دوباره خم می‌کردند، به مرغ‌هایی می‌مانست که آب می‌نوشند. این دو برادر بلند بالا و خوش‌اندامی بودند و چنان به یکدیگر می‌مانستند که گویی دو قلو هستند. خود کبلفرج هم در کار از پسرانش دست کمی نداشت. دستمال سرخی به سرش بسته بود، از زور گرد و خاک خاکی رنگ به نظر می‌رسید. ریش پرپشتش کاملاً گردآلود شده بود و گرد کاه روی چهره‌های دهقانان نشسته بود. عرق فراوانی که روی گونه هایشان روان بود، نوارهای سیاهی را روی چهره هایشان پدید آورده بود. عروس های کبلفرج با پارو کاهای پراکنده را گردآوری و روی هم میان باشتند. اینان بی اعتنا به گرمی هوا به روی چهره هایشان روسری بسته بودند، چون چادر به سر نداشتند. جامه های بلندشان با چین های بیشمار تا پشت پاهایشان آویزان بود. منجوخای رنگارنگ شیشه ای که روی جامه هایشان نشانده شده بود، زیر پرتوی آفتاب می درخشیدند. از زیر سایه خرمنجو صدای گریه گرفته یک کودکی که یگانه نوه کبلفرج بود به گوش می رسید. در محوطه خرمنگاه سر و صدایی فراوان بود، با این همه صدای گریه کودک آشکارا شنیده می شد و این صدا به ژرفای قلب مادرش باز می تابید. حسن هم بیشتر اوقات به سوی صدای گریه رو برمیگردان و با نگرانی کنار خرمن را مینگریست. اما پدر و مادر کودک جرأت آن را نداشتند که به کودکشان نزدیک شوند و همکنون از شرح این نمای هراس‌انگیز می‌گذریم. سرانجام مادر بزرگ این کودک به نام زینب از چشم بازگشت. او پا برهنه راه می پیمود و روی شانه هایش کوزه آب و در دستش کتری بود. او که صدای فریاد کودک را از دور شنید، دست پاچه شد، بی اعتنا به بوته ها و خار و خاسک های سر راهش که پاهای برهنه اش را به سختی می آزردند، به آن سو روان شد. در حالی که می دوید، غرغر کنان خطاب به عروسش فریاد زد و گفت: الله اکبر، همه کر شدن، چت دختر، صدای گریه بچه ات را نمی شنوی. کوزه را روی زمین گذاشت و بچه را از زمین برداشت و به آرام کردنش پرداخت. پناه به خدا، همه شما گوش هایتان کر شده، من باید همه جا حاضر باشم. بچه را به عروسش داد، او هم به سوی خرمن رفت. در حالی که رو به خرمن و به پشت محوطه خرمنگاه روی زمین نشست، پستانش را به دهان بچه گذاشت تا او را شیر دهد. این زن جوان ضمن شیر دادن بچه با هراس پیرامونش را نگاه می کرد، گویا کاری برخلاف قانون انجام می دهد. در این هنگام کبلفرج که خسته شده بود نزدیک کوپه قله به حال چنبات نشست، کیسه ای را که به کمربندش آویزان بود گشود و چپقش را از تنباکو پر کرد و گفت: شتاب کنید بچه ها، شتاب کنید، از باد شمال هرچه بیشتر بهره ببرید. سپس پشتش را به باد کرد و چپقش را آتش زد و هنوز نخستین پک را به چپق نزده بود که دید پیشکار با کت خدای روستا و چند تن نوکر به سویش می آیند. کبلفرج پیش خود زیر لب گفت: آخ باز این گرگ ها آمدن، خدا به خیر بگذراند. با شتاب چپقش را خاموش کرد و به پا خواست و میهمانان را با احترام و تعظیم پیشواز کرد. اما پیشکار و کت خدا هیچ یک به ادب و احترام او توجه نکردند. فقط یکی از نوکران آهسته به او گفت: خانه ات را برای پذیرایی آماده کن.
صاحب خرمن جواب داد: تشریف بیاورید. یگانه چشم خان نظر با آشفتگی و خشم به این سو و آن سو حرکت می کرد و خان نظر همیشه شلاق سه شاخه ای همراهش بود. نوکران قطار فشنگ همایل کرده بودن، اما تفنگ همراه نداشته، تنها هر یک چماق سنگینی را در دست گرفته بودند. کبل فرش و پسرانش خوب می دانستند که این چماقا را برای دور راندن سگها همراه نیاوردند. خان نظر یک مشکندم پاک نشده از کومه برداشت. چند بار در حالی که فوت می کرد از این دست به آن دستش جانمود و سرانجام آنها را روی کومه ریخت. آنگاه به کبل فرج رو کرد و گفت: انگام پاییز گذشته چند اندازه بز کاشته ای؟ کبل فرج گفت: قربانت گردم شش پیمانه. پیشکار با فریاد به یکی از نوکران فرمان داد: شش پیمانه برای بز برایش جا بگذار و باقی را به انبار خان ببرید. کربلایی فرج فریاد زد و گفت: من چه گناهی کرده ام که مرا این گونه کیفر می دهید؟ پیشکار گفت: گناهت این است آن اندازه مغرور هستی که دخترت را بیش از آقایت دوست داری. یکی دیگر آنکه از حمل مصالح برای ساختمان ارباب هم تفره رفتی. پسر بزرگتر کبل فرج به نام حسن با خشم تمام پارو را در کپه قله فرو کرد و گفت: ما چگونه باید گذران کنیم؟ چیزی نداریم بخوریم. خان نظر با سر به خرمنجو اشاره کرد و گفت: اینها را زهر مار کنید. حسن میخواست سخت زبان به اعتراض باز کند، اما پدرش دست او را گرفت و کنار کشید و گفت: من خودم گفتنی ها را با آقا در میان میگذارم میگویم. بسیار خوب، اگر میخواهی ما را ورشکست کنی و به روز سیاه بنشانی، این گندم ها را ببر. اما آنچه که از زمان نیاکان ما در این سرزمین رسم بوده، پس از برداشتن بذر کاشته شده بایستی نیمی از محصول از آن خان و نیم دیگر برای ما بماند. خان نظر خشمگینانه فریاد زد و گفت: این گندم ها برای خوراک دام ها نیست. او در حالی که به دو گاوه نر که به خرمنکوب بسته شده بودن نگاه می کرد و این مطلب را گفت. کبل فرج با آرامش و اطمینان درباره سهمیه محصول سخن به میان آورد. سرانجام پیشکار به خشم شدید فرو رفت، لبهایش به لرز در آمدن، در یگانه چشمش شراره خشم زبانه کشید و نعره زد و گفت: خرمنکوبی را متوقف کنید. گویا زینب این فرمان را نشنید و همان گونه ترک را در هوا تاب می داد و گاوها را می راند. رنگ چهره خان نظر از زور خشم پریده و به سفیدی گرایید. گفتم متوقف کنید. گاوها ایستادند و سرهایشان را به پایین انداختند. خون حسن به جوش آمد، چهره ای سرخ شد، نتوانست خودداری کند، فریاد زد و گفت: یگانه گندم اضافه بر آنچه که باید داده شود به تو نمی دهیم. پیشکار ضمن اینکه داد و فریاد راه انداخت و چماقی به پشت حسن زد، گفت: آهای غلام، داداش سلیمان، چرا ایستاده اید؟ ممی که این وضع را دید از جای جست و با سه شاخه ای به سوی یکی از نوکران شتافت و گفت: ای وای، برادرم را کشتند. اما کت خدا فرصت یافت و با چماقی به سرش کوبید و بیدرنگ نقش بر زمین شد. کبل فرج خود را به سوی پیشکار پرت کرد و با فریاد گفت: به دادم برسید، بچه هایم را کشتند. اما نوکرها دستها و یخی کبل فرج را گرفتند و او را نگاه داشتند. خان نظر چماقی را از روی زمین برداشت و با تمام نیرویش به فرق سر دهقان زد. کبل فرج لحظه ای مانند مجسمه بدون جنبش سر جایش ایستاد و سپس نقشه بر زمین شد. دنیای کتاب صوتی.